نوبت تاریخی طبقه کارگر مصر نیز فرا خواهد رسید. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته در نتیجه تیراندازی ارتش مصر به صف تجمع کنندگان طرفدار بازگشت مرسی در جلوی مقر گارد ریاست جمهوری، ده‌ها تن از اعضا و فعالین اخوان المسلمین کشته و صدها نفر نیز زخمی شدند. به دنبال انتشار این گزارش‌ها، روز چهارشنبه 19 تیر ماه برابر با 10 ژوئیه دادستانی کل مصر اعلام کرد که حکم بازداشت محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و شماری از اعضای این گروه صادر شده است. دلیل صدور حکم بازداشت این افراد، تحریک به اقدامات خشونت آمیز در جریان تجمع اعتراضی در برابر مقر گارد ریاست جمهوری مصر عنوان شده است. همه اینها در حالی است که عدلی محمود منصور، رئیس جمهوری موقت مصر که از جانب ارتش به این سمت منصوب شده، حازم بابلاوی را مأمور تشکیل کابینه کرد و از همه گروه‌ها و از جمله اخوان المسلمین دعوت کرد در راستای بازگشت نظم و ثبات به این کشور با دولت جدید همکاری کنند. آنچه بعد از سقوط مرسی در مصر جریان دارد، روند به قدرت رسیدن یک ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی است. ارتش مصر که بعد از سقوط حسنی مبارک در همکاری با آمریکا رسالت به شکست کشاندن انقلاب نیمه تمام مصر را به اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین بخش ارتجاع بورژوازی واگذار کرد، اکنون در تلاش است تا عقیم گذاشتن موج دوم انقلاب را به ائتلافی از نیروهای ارتجاع بورژوازی طرفدار غرب واگذار نماید. اما آن عاملی که چه در موج اول انقلاب و چه در موج دوم انقلاب به فرماندهان ارتش این امکان را داده است تا در پوشش دفاع از انقلاب پروژه‌های ضد انقلابی خود را به اجرا بگذارد، عدم آمادگی ذهنی کارگران و توده‌های مردم برای تضمین پیشروی انقلاب است. بعد از ژانویه 2011، با اینکه این کارگران و توده‌های مردم زحمتکش و ستم‌دیده مصر بودند که با اعتصابات و تسخیر مراکز تولیدی و با تجمع‌های اعتراضی در برابر مراکز اصلی قدرت، دیکتاتوری مبارک را به زیر کشیدند، اما دخالت شورای عالی نیروهای مسلح ارتش در آن لحظات تعیین کننده مانع از آن شد که خیزش انقلابی مردم روند تکاملی خود را طی کند و نهادهای توده‌ای برآمده از انقلاب قدرت را به دست بگیرند. در آن زمان و در شرایطی که شور مبارزاتی توده‌ها به اوج رسیده بود، از آنجا که کارگران و توده‌های مردم به پا خواسته فاقد رهبری انقلابی با افق و استراتژی سیاسی روشنی بودند، نیروی عظیم مبارزات آنان عملاً در خدمت جابجایی قدرت از بالا قرار گرفت. توده‌های مردم با این اطمینان که هر قدرت حاکمی را می‌توانند با بسیج نیرو در خیابان به زیر بکشند، عبور از دیکتاتوری مبارک را به ضد انقلاب شورای عالی ارتش واگذار کردند. اما از آنجا که توده‌ها در جریان انقلاب یک روزه به اندازه سالها درس و تجربه می‌آموزند، به زودی دریافتند که شورای عالی نیروهای مسلح نه تنها نمی‌تواند خواست نان و آزادی را متحقق نماید، بلکه با سرکوب مبارزات کارگری و توده‌ای و ارعاب فعالان سیاسی در تلاش است تا بار سنگین عوارض تداوم بحران اقتصادی را بر دوش کارگران و مردم محروم جامعه قرار دهد. در آن زمان توده‌های مردم مصر با آگاهی به ماهیت عملکرد شورای عالی نیروهای مسلح و ناتوان از به دست گرفتن ابتکار عمل سیاسی، زمینه را برای جریان بورژوا ارتجاعی اخوان المسلمین و مرسی فراهم آوردند تا با موقعیتی شکننده زمام امور را به دست بگیرد. اما همانطور که پیش بینی میشد، به قدرت رسیدن جریان اخوان المسلمین نه تنها به دلیل غلیان شور مبارزاتی مردم، بلکه بنا به دلایل عینی یک پدیده گذرا بود. به قدرت رسیدن ائتلاف نیروهای بورژوازی طرفدار غرب بعد از پایان ما اصل ارتش و عدلی محمود منصور هم بنا به همان دلایل پایه‌ای با بحران و بی‌ثباتی روبرو خواهد شد. چرا که نه راه حل شاخه لیبرال اسلام سیاسی که وظیفه به شکست کشاندن موج اول انقلاب را بر عهده داشت و نه آلترناتیو جریان‌های بورژوازی طرفدار غرب که رسالت به شکست کشاندن موج دوم انقلاب را بر عهده گرفته است،
هیچ کدام به دلیل پایبندی به حفظ مناسبات اقتصادی موجود و حفظ ماشین دولتی بورژوایی از امکان و پایه مادی برای حل بحران و پاسخگویی به مطالبات اقتصادی کارگران و توده‌های زحمتکش مصر که برای تحقق آن به انقلاب روی آوردن برخوردار نیستند. دولت آمریکا و دیگر دولت‌های غربی نیز به دلیل تداوم بحران اقتصادی جهانی در موقعیتی نیستند که کمک‌های مالی خود را به این کشور سرازیر کنند. صندوق بین المللی پول فقط به قیمت حذف سوبسیدها و تشدید برنامه‌های ریاضت اقتصادی وام‌های خود را به اقتصاد بیمار و بحران زده مصر تزریق خواهد کرد. در این شرایط تنها با تعرض سازمان یافته به مناسبات سرمایه‌داری حاکم و مصادره سودهای کلانی که سرمایه‌داران به جیب می‌زنند میتوان هزینه تحقق خواسته های مردم محروم و هزینه های تأمین آسایش و رفاه آنها را فراهم آورد. امریک جریان اخوان المسلمین هزینه ناتوانی در انجام آن را با سقوط دولت مرسی پرداخت کرد و ائتلاف ارتش و جبهه نجات ملی نیز بنا به ماهیت طبقاتی که دارند قادر به انجام آن نخواهند شد. این جریان ها در این حال از لحاظ تأمین آزادی های فردی و حقوق دموکراتیک نیز بنا به ماهیت ارتجاعی که دارند قادر به انجام رفرم در زندگی اجتماعی و سیاسی مردم مصر نیستند. اگرچه دولت های غربی در همراهی با جریان های ارتجاع اسلامی در سطح منطقه برای گمراه کردن افکار عمومی موج دوم خیزش انقلابی 30 ژوئن و سقوط مرسی را یک کودتای نظامی علیه رئیس جمهور قانونی و روند دموکراتیزاسیون معرفی می کنند، اما در دنیای واقعی دولت اخوان المسلمین با منطق قیام توده ها در روز 30 ژوئن از قدرت به زیر کشیده شد و کودتای ارتش در اصل به منظور جلوگیری از روند رادیکالیزاسیون و تکامل انقلاب مصر انجام گرفت. ارتش در تلاش است تا موج دوم انقلاب را نیز عقیم بگذارد. اما مردمی که در کشاکش انقلاب و ضد انقلاب آزموده شدند و حاکمیت شورای عالی نیروهای مسلح را هم تجربه کردند، بعید به نظر می رسد که به پروژه های ضد انقلابی ارتش تن در دهد. در گرم و گرم کشاکش های سیاسی این دوره چنانچه طبقه کارگر بتواند بر ضعف تاریخی خود غلبه کند و در حزب سیاسی کمونیستی و سازمان های طبقاتی خود متشکل شود، سرانجام نوبت تاریخی این طبقه نیز فرا خواهد رسید.